یا رب داننده تویی، هر آنچه دانی آن ده. رضا ابراهیمی هستم، کوچیک بزرگی تک تک شما خوبان فرهیخته. دوستان گرامی، در ابتدای عرایض این پایین لایک و سابسکرایب یادتون نره، همراه بنده باشید با یک کلیپ تخصصی. برخی از دوستان عنوان کردن که لااقل یک سری موارد تخصصی رو عنوان بفرمایید تا ما بدونیم جریان چیه. وقتی بحث تخصص پیش میاد دوستان گرامی، معمولا افرادی که مطالب تخصصی رو بازدید بکنن به شدت کم هست. اما در مبحث یک موضوع تخصصی، من اومدم زاویه مرجع در دفینه یابی رو در یک کلیپ بسیار کوتاه تقدیم حضورتون میکنم. امیدوارم که این مطلب رو درک بفرمایید. پس دوستان گرامی، همراه بنده باشید در این کلیپ که عنوانش هست زاویه مرجع در دفینه یابی. خب ما برای این که زاویه مرجع در دفینه یابی رو درک بکنیم، اول بایستی یک تعریفی از زاویه مرجع داشته باشیم. زاویه مرجع تعریفش چیه؟ زاویه مرجع یک زاویه حاده است، یک زاویه حاده است که رأس اون در مبدأ مختصات و بازوهای اون عبارت از محور X و بازوی نهایی تتا است. بازوی نهایی تتا، این میشه تعریف زاویه مرجع. اما این زاویه مرجع در دفینه یابی اصلا چی هست؟ به چه کاری میاد؟ خب ما که نفهمیدیم، این زاویه مرجع تعریفی هم که گفتین رو ما نفهمیدیم. اصلا جریانش چیه؟ چرا میگن زاویه مرجع؟ اصلا باز این زاویه مرجع، ما اگر این زاویه رو بدونیم، آیا با دونستن این زاویه مرجع ما میتونیم دفینه رو پیدا بکنیم؟ الان عرض میکنم خدمتون. در باستان دوستان گرامی، با استفاده از زاویه مرجع می اومدن یک سری طراحی های خاصی رو با علم ریاضی انجام میدادن. طراحی رو می اومدن چیکار میکردن؟ با استفاده از علم ریاضی یک سری طراحی هایی رو انجام میدادن به این صورت که فقط از یک زاویه خاص، فقط از یک زاویه خاص، یک دید خاصی رو برای طراحی اون شخص سازنده، اون ریاضیدان می اومد از یک زاویه دید خاصی رو برای طراحی استفاده می کرد و مکانهایی که با زاویه مرجع طراحی می کردن رو در درون نسخه می آوردن. پس زوایای این در دفینه یابی، وقتی زاویه مرجع رو دارید، شما نسخه رو مطمئنن دارید. خب می اومدن این رو در نسخه می اومدن و جایگاهی که بارگذاری انجام می شد، به قدری زیرکانه، به قدری باهوش و ذکاوت، به قدری از پنهانکاری، یعنی همه این موارد به صورت کاملا پنهانکاری با حالت طبیعی جلوه دادن محیط، می اومدن یک سنگ نگارهایی رو به صورت رمز و به صورت کد مشخص طراحی می کردن، کاملا پنهان، کاملا زیرکانه، و خدمتون عرض بشه که با استفاده از زاویه مرجع
که فقط میتونه یک شخص کارشناس این زاویه مرجع رو به نوعی تشخیص بده و اون مکان پنهانکاری رو به راحتی با استفاده از یک سری فرمول ها در بیاره. پس ببینید، دفینه یابی یک علمه. در این علم دفینه یابی ما ستاره شناس و منجم داریم، طلسم زن داریم، ریاضیدان داریم، خدمتون عرض بشه که مغرب و روحانی داریم، زمین شناس داریم، حفار داریم، معمار باستان داریم و خیلی از مواردی که الان من حضور ذهن ندارم. حالا ما یه بیل و کلنگ برداشتیم، قبلش یک عکسی رو داریم، یک آقای دانشمندی بیاد این عکس ما رو تفسیر بکنه و با همون تفسیر عکس، عکسی که میفرستیم میگه این عکس متعلق به جنوب شرق کشوره، من اینجا رفتم، این عکس متعلق به شمال غرب کشوره. چه ربطی داره؟ اصلا باستان شناسی با تفسیر عکس اصلا ممکن نیست. اگر باستان شناسی با تفسیر عکس ممکن بود، ما وزارتی داریم به نام وزارت میراث، می اومدن یه عکسی رو برای یک باستان شناس ایتالیایی میفرستادن و اون باستان شناس ایتالیایی عکس رو میدید و میگفت 16 متر برو به چپ، 17 متر برو به راست، 18 متر برو پایین، 19000 کیلو بار داری. خب همچین موردی رو تا به حال شنیدید که بگن یک در خبرها بگن که ما عکسی رو برای یک باستانشناس انگلیسی فرستادیم، این عکس رو برای یک باستانشناس امریکایی فرستادیم، این عکس رو برای یک باستانشناس هلندی فرستادیم، اینها نشستن با هم شور و مشورت کردن در رابطه با این عکس و در پایان اینها صورت جلسه امضا کردن که 18 متر برو به چپ، 19 متر برو به راست، 20 متر برو به شمال، 21 متر برو به جنوب، 22 متر برو پایین و تمام. اصلا چنین چیزی نیست. باستان شناسی یعنی علم، باستان شناسی یعنی دانش. باستان شناسی عکس نمیشناسه. کسی که دنبال عکسه، دنبال خالی کردن جیبته، میخواد بهت سیستم بفروشه. وقتی من میگم دازینگ یک کاوشگر باید دازینگ داشته باشه، اون دازینگ جزئی از وجود شما خواهد بود. با دست خالی بدون دازینگ در یک محیط موفقیت از صفر هم کمتره. دوستان عزیز، سعی بکنید مطالعه بکنید، با بالا بردن سطح آگاهی عمومی شما شرایط به گونه ای رقم میخوره که هر چقدر بیشتر بدونی به زمین کلنگی نخواهی زد، مگر اینکه به قدری شما بخونی، بدونی، بپرسی، نقطه نهایی رو بزنی و اون موقع اول بدبختیه. حفاری که پیدا بکنی، اون حفار برات کار نمیکنه. یه حفاری داشتیم بعد از چندین سال برای شخصی فرستادم، گفتم هوای فلانی رو داشته باش. به اون شخص گفتم هوای این حفار رو داشته باش. این حفاره به من گفت چرا اون باید هوای من رو داشته باشه، من باید هوای اون رو داشته باشم، این بار به دست من در بیاد در میاد، این منم که به اون بخوام بدم یا ندم. ببین افکار رو ببین. امیدوارم به خودتون بیاین، بخونید، کتاب بخونید تا موفق بشید. امضای خدا پای تمامی آرزوها و رویاهاتون. مهرتون جاوید و بدرود.